به نام خدا. ما تو ویدیوی قبل دیدیم که حالا طریقه نصب کردن تجهیزات سرور HP روی سرور. در این ویدیو میخوام نشونتون بدیم که چجوری میشه سرور رو رید کرد. همونجوری که میبینیم ما در این قسمت 3 تا هارد داریم. این 3 تا هارد رو میتونیم رید 5ش کنیم. این قسمت که میاد ما گزینه F10 یعنی Intelligent Provisioning رو میزنیم از طریق کیبورد و خودش رنگش سفید میشه و ما منتظر میشیم که این حالا گزینه پر شه. اینجا مشخصات سرور نوشته که حالا چه CPUی داره، چه رمی داره. مجموع رم رو اینجا میزنه، تنها 32 گیگ نوشته، دو تا 16 میشه که جمعش میشه 32 گیگ. F10 رو زدیم، حالا واسه اینکه تا مراحل حالا بود شدن خود سرور بره جلو. اینجا 3 تا گزینه داریم. گزینه اول Intelligent Provisioning که میره برای نصب ویندوز و بود شدن. گزینه دوم Smart Storage Administrator که ما این گزینه رو کلیک میکنیم و اجازه میدیم که خود سرور مراحلش رو پیش ببره. یه چند دقیقه اینجا زمان میبره تا برسه به مرحله همون Smart Array P440 برای DLC180 که در واقع همون ریت کنترلر یا استوریج کنترلر سخت افزاری که روی سرورها هست. روی حالا پی سی ها یه همچین امکانی وجود نداره که بتونن به صورت سخت افزاری هاردشون رو به صورت داینامیک انجام بدن کارشو. میشه به صورت نرم افزاری از طریق ویندوز روی پی سی انجام داد، اما روی سرور یه سخت افزار جداگونه ای هست به اسم اسمارت استوریج که این امکان به ما میده که ما قبل از نصب ویندوز قشنگ ریت کنیم هاردامونو که امنیت اطلاعاتمون بیشتر بشه، به تبع سرعتمون هم بالاتر بره. این قسمت ها خود سرور انجام میده، میره جلوتر و این قسمت HP Intelligent Provisioning. باز اینجا یه چند ثانیه صبر میکنیم، میره مرحله بعد. در اینجا 3 تا قسمت داره، همچنین که میبینید سرور Smart Array P400 که همون سخت افزاره در واقع استوریج کنترلرمونه که ما همین گزینه رو کلیک میکنیم. اینجا دو تا گزینه داریم که اینجا اکشن ها نشون میده که اینجا میتونیم حالا دایگنوز بزنیم که نمیخوایم انجام بدیم، در واقع کانفیگر هم یعنی میخوایم بریم جلو و ریت کنیم هاردامون که من گزینه کانفیگر رو اینجا کلیک میکنم و حالا اینجا دو تا مسیره میتونیم اینجا بیایم آن اساین درایوز هست که میاد اینجا در واقع به صورت لوکالی هاردامون رو نشون میده. میتونیم در همین قسمت هم اینجا create array داره، یعنی ما بیایم اینجا یه دونه در واقع array درست کنیم و بهش بگیم که تو چه ریدی قرار شما کار بکنیم. ما حالا create array رو میزنیم. 3 تا درایو داریم همونجوری که به صورت سخت افزاری داریم. حالا ظرفیتش هر کدوم 300 گیگه، هر 3 تا شما انتخاب میکنم و گزینه create array کلیک میکنم و اینجا حالا قسمت های مختلف رید رو میاره که به صورت دیفالت خوده چون 3 تا هارد داره خود سرور پیشنهادش اینه که شما رید 5 کنید. میتونید حالا رید 1ش هم بکنید که دو تا هارد به صورت میرور کار میکنن، رید 0 به همین به حالا لوکالی کار میکنن هر کدوم جداگونه. اینجا استریپ سایزشه که به صورت دیفالت اینا رو 90 دست بزنیم و گزینه کرییت لاجیکال درایو اینه که بزنیم سرور این 3 تا هارد به صورت داینامیک رید 5ش میکنه. رید 5 هم خاصیتی که داره اینه که دو تا هارد به صورت میرور کار میکنن و یکیش بکاپ اون دو تا میشه، یعنی الان ما 3 تا 300 گیگ داریم مجموعا میشه 900 گیگ، اما یکیشو بکاپ برمیداره میشه 600 که اون 600 هم حدود 50 مگشو تقریبا برمیداره و ظرفیتی که به ما میده 558.73 که حالا درستم هست. پس اینجا ما مطمئن میشیم که 3 تا هاردمون رید شده. اینجا گزینه فینیش رو میزنیم و اینجا ما دیگه رید کردیم سرورمون رو. دیگه نکته دیگه هم میتونیم اینجا بیایم حالا فیزیکال درایوز اینجا دیگه آن اساینگ نیستش، دیگه اینجا شناخت میاد که ما 3 تا هارد داریم، این 3 تا هاردم در رید 5 الان دارن کار میکنم.